بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم به تمامی دکتر صاحبای عزیز، آرزو دارم خوب و صحتمند باشین. امروز به تعقیب درس های قبلی فارماکولوژی میایم بحث جدید شروع میکنیم. ما شما در ویدیوی اول و دوم فارماکولوژی درباره تعریف فارماکولوژی و فارماکوکینتیک صحبت کردیم و امروز میایم ادامه میدیم بحث خود ره. بحث امروز ما و شما درباره جذب دوا یا درباره ابزربشن است. اگر شما اولین باری است که ویدیو رو میبینین، به خاطر فهمیدن به درس های قبلی حتما لینک ویدیو درس های قبلی رو در قسمت دسکریپشن و در قسمت بالای از ویدیو با شما شریک میکنم، حتما اونا رو ببینین و بعد چنل تان لایک و سابسکرایب بکنین و نظرتون با ما شریک بکنین. خب، بحث امروز ما و شما درباره ابزربشن آف درگ یا درباره جذب دوا هاست. شما خوانده بودین که فارماکوکینتیک 4 بخش داشت. یکی جذب دوا یا ابزربشن دوا بود، دوم توزیع دوا یا دیستریبیوشنش بود، بعد متابولیزم دوا بود و بعد در مرحله آخر الیمینیشن یا اطراح نمودن دوا از عضویت ما شما بود. پس ما امروز درباره اولین قسمتش، درباره مکانیزم جذب دوا یا درباره ابزربشن آف درگ صحبت مونیم. ببینیم وقتی که شما درباره ابزربشن آف درگ میگین، هدف از جذب دوا چی هست؟ هرگاه ما شما دوا را در یک ساحه از عضویت تطبیق بکنیم و بعد اینمی دوا از ساحه که تطبیق شده به داخل دوران خون یا بلد سرکولیشن چیز انتقال داده شد و به اینمی میگن ابزربشن آف درگ یا جذب دوا هست. طور که سرعت جذب دوا یا انتقال دوا از ساحه که تطبیق شده به داخل دوران خون تابع چند چیز است. یکی مربوط به اونمون محیط یا انوارمنتی است که دوا تطبیق شده. دو، مربوط به خاصیت کیمیایی یا خصوصیت کیمیایی دارو است. قابلیت انحلالیت در آب، قابلیت انحلالیت در شهم، اینا هر کدامشون برای جذب دارو یا برای جذب دوا از یک قسمت عضویت ما شما تأثیر داره. و بعد موضوع روت آف ادمنستریشن یا راه تطبیق دوای. مثلا اگر شما دوا رو به شکل آی وی انتقال چست تطبیق میکنین، جذبش میشه. اگر شما به شکل چست اورال برش میتین، به شکل اورال میدین، مقدار جذبش کمتر. اگر مثلا شما یک بار سابلینگوال میدین و دفعه دیگه به شکل اورال میدین و بعد به هم مقایسه میکنین، شکل سابلینگوالش جذبش بیشتر نظر به چیه؟ نظر به شکلی اورالش. پس هر کس از شما پرسال مونه که خب جذب دوا تابعی چی هست؟ شما میگین تابعی محیطی که تطبیق شده، مربوط به خاصیت کیمیایی خودی دوایه و مربوط به راه تطبیق دوایه که از کدام راه ما و شما دارو یا دوا رو تطبیق کردیم. مهمترین طریقی دادن دوا شما میفهمین که از طریق دهن یا از طریق فمی یا از طریق اورال است و زیادتر دواها به شکل اورال داده میشه. از اون خاطر لازمه که ما و شما میکانیزم جذب دوا از طریق سیستم هضمی یا از طریق سیستم گاسترواینتستینال سیستم رو باید مورد مطالعه قرار بدیم. از اون خاطر در اسلاید آمدیم درباره میکانیزم آف ابزوربشن آف درگ فرام دی جی آی تراکت صحبت مونیم. متوجه باشین دوا از طریق سیستم هضمی ما و شما یا از طریق سیستم گاسترواینتستینال ما و شما به طریقه های زیر و میکانیزم های زیر جذب میشه. یکی به طریقه پاسیف دیفیوژن است یا به طریقه سیمپل دیفیوژن هم میگن. دوم به طریقه فاسیلیتیت دیفیوژن یا انتشار با واسطه یا فاسیلیتیت دیفیوژن جذب میشه. بعضی از دواهای دیگه به طریقه اکتیو ترانسپورتیشن جذب دوران میشه و بعضی از دواها به طریقه اندوسایتوسیس داخل دوران میشه. خب ما هر کدام از این طریقه ها را جدا جدا مورد مطالعه و بررسی قرار میدیم و تعریف میکنیم که هر کدام از اونها چی هست. ببینیم اول پاسیف دیفیوژن یا فاسیلیتیتد دیفیوژن چی هست. شما میفهمین که انتقال مواد از یک ساحه به ساحه دیگه همیشه به دو بخش تقسیم میشه، یا انتقال مواد با مصرف انرژی صورت میگیره یا انتقال مواد بدون مصرف انرژی صورت میگیره. هرگاه در انتقال دادن یک مواد، یک ماده یا یک دوا از یک ساحه به ساحه دیگه انرژی به مصرف نرسه، پس ما و شما میگیم این یک پاسیف دیفیوژن است. پس وقتی ما میگیم پاسیف دیفیوژن یا سیمپل دیفیوژن، عبارت از انتقال دوا از یک ساحه به ساحه دیگه، از یک کمپارتمنت به کمپارتمنت دیگه بدون مصرف انرژی هست.
یعنی پس اول متوجه باشین که دیفیوژن یا سیمپل دیفیوژن یک پاسیف دیفیوژن است، یک انتقال بدون مصرف انرژی است. عاملی که در این انتقال نقش داره تفاوت غلظت دوا در دو طرف غشای حجره است. همیشه متوجه باشین در پاسیف دیفیوژن مواد از طرفی که غلظتش زیاده به طرفی که غلظت کم داره انتقال میکنه، یعنی از طرف های کانسنتریشن به طرف لو کانسنتریشن انتقالش واقع میشه. پس عامل اصلی که دوا از یک طرف به طرف دیگه، از یک طرف غشا به طرف دیگه غشا انتقال میکنه، تفاوت غلظتشان است. به هر اندازه که تفاوت غلظت زیاد باشد، مواد از طرفی که غلظت زیاد زیادتر به طرفی غلظت کم انتقال پیدا میکنه. متوجه باشین که در سیمپل دیفیوژن یا پاسیف دیفیوژن انتقال مواد اشباناپذیره، یعنی سچوریبل نیست. هر قدر که غلظت زیاد باشد سرعت انتقال زیاد، هر قدر که غلظت کم باشد انتقال کمتره. مثلا شما در این سلاید ببینین، ما شما دو نوع مواد داریم. یکی موادی که در آب منحله مثل دواهای آبی رنگ، و یکی مواد منحل در شهم. اونمو دواهایی که منحل در آب، اینا از طریق کانالهای آبی یا اکیوس کانال یا سوراخهایی که داخلشون آبه، از یک طرف غشا به طرف دیگه انتقال میکنه و همیشه از طرفی که غلظتشون زیاده و طرف غلظت کم انتقال میکنه. اما موادی که در شهم منحل باشد، اینا از طریق غشای حجروی، از طریق غشای دو طبقه‌ای از لیپید بایلایر به راحتی عبور کرده میتونن. اینا چی میکنن؟ اینا انزیم لیپید بایلایر از طرفی که مقدارش زیاده به طرفی که مقدارش کمه چی میکنن؟ انتقال میکنن. نکته دیگه ای که در پاسیف دیفیوژن مهمه، متوجه باشین که پاسیف دیفیوژن چیز سچوریبل نیست، یعنی اشباه پذیر نیست. هر قدر که غلظت زیاد میشه به اونمو اندازه انتقال مواد هم سرعتش زیاده. پس میریم بحث دیگه داریم، فسیلیتید دیفیوژن. متوجه باشین که فسیلیتید دیفیوژن یا انتشار با واسطه هم یک میکانیزم پسیو است، یعنی بدون مصرف انرژی صورت میگیره. همیشه دیفیوژن هر قسمی که باشد، چه سیمپل دیفیوژن باشد چه فسیلیتید دیفیوژن باشد، یک حادثه پسیو است، یعنی بدون مصرف انرژی اتفاق میفته. در اینجا هم مواد از طرفی که غلظتش زیاد باشد به طرفی که غلظت کم داره انتقال داده میشه. اما در این انتقال متوجه باشین یک پروتئین های انتقال دهنده، یعنی کریر پروتئین ها و یا یک تسهیل کننده یا فسیلیتید پروتئین ها نیاز است. بعض از پروتئین های وجود داره که می پروتئین ها با چی؟ با تغییر شکلی که میتن دوار یا دارو رو از یک سمت به سمت دیگه انتقال میده. شما ببینین این یک پروتئین انتقال دهنده است، در سر تا سر غشا وجود داره. دوا اول میاد که در این قسمت، چون این قسمت صاحب بازه. بعد وقتی تغییر دوا در این صاحب آمدی تغییر شکل میده. وقت تغییر شکل داد، در اثر تغییر شکل دوایش از این راحت از طریق از این کانال انتقال داده میشه. اونچه که درباره فسیلیتید دیفیوژن مهم است که متوجه باشین فسیلیتید دیفیوژن سلکتیو عمل میکنه، انتخابی عمل میکنه. یعنی هر دوا که به شکل فسیلیتید انتقال پیدا میکنه، متوجه باشین که پروتئین های انتقال دهنده خاص خود داره. دوم، اینا وی مکس داره، سرعت اعظمی داره، یا به عبارت دیگر اینا سچوریبل هستن، اشباه پذیره. در سیمپل دیفیوژن هر قدر که غلظت زیاد میشد سرعت انتقال هم زیاد بود، یعنی وی مکس نداشت. اما در اینجور رقم نیست. در اوایل وقتی که غلظت زیاد میشه سرعت هم زیاد میشه. وقتی سرعت به حد اعظمی خود رسید، از آن محدوده هر قدر که غلظت زیاد شده بره، اما سرعت انتقال کم نمیشه، سرعت انتقال زیاد نمیشه. وقتی سرعت به وی مکس به حد اعظمی خود رسید، بعد از او هر قدر که از او رنج غلظت بیشتر شود دیگه سرعت به اونمو اندازه ثابت باقی میمانه. یا در فسیلیتید دیفیوژن انتقال مواد چی هست؟ اشباه پذیره. در اینجا انرژی به مصرف نمیرسه، بلکه مواد توسط واسطه های کیمیایی، توسط پروتئین هایی که در طول در سرتاسر غشا وجود داره، توسط از اینتگرال پروتئین ها از یک سمت به سمت دیگه انتقال داده میشه. طریق سیومی که انتقال میکنن دوا اکت ترانسپورتشن.
شما میفهمین هرگاه یک مواد از یک سمت به سمت دیگه با مصرف انرژی انتقال داده شده به این میگن اکتیو ترانسپورتیشن. متوجه باشین که در اکتیو ترانسپورتیشن همیشه دوا از طرفی که غلظتش کمه به طرفی که غلظتشون زیاده انتقال داده میشه. میبینید این طرف غلظتشون کمه به این سمتی که غلظتش زیاده انتقال مواد صورت گرفته. این میگن اکتیو ترانسپورتیشن. متوجه باشین در اکتیو ترانسپورتیشن انرژی از چیست؟ از تجزیه ATP به اسم ATP یا ادینوزین ترایفاسفید هایدرولیز میشه و به ADP تبدیل میشه و بعد از این طریق قصد دوا چی میشه؟ انتقال چیست؟ انرژی که به مصرف میرسه اینمی انرژی چی میشه؟ دواره انتقال میده یا با مصرف انرژی دوا از سمتی که غلظتشان کم است به سمتی که غلظت زیاد است انتقال داده میشه. شکل دیگه از اینا اندوسایتوسیس است. در اندوسایتوسیس دوا وقتی که اندازیشان بزرگ باشه یا لارج مولکول ها باشه اکثرا به این طریقه انتقال پیدا میکنن. در اندوسایتوسیس متوجه باشین که خود اینمی دوا که لارج مولکول است توسط خود غشای حجره اول چی میشه؟ غلاف میشه و بعد داخل خود حجره برده میشه. در این حالت متوجه باشین که حجره برای انتقال دادن دوا یک مقدار از چی؟ از غشای خودرم چی میکنه؟ از دست میده. اگر یک حجره مواد به داخل خود چی است؟ غلاف بکنه، توسط غشای خود غلاف بکنه یا بله بکنه و داخلش ببره و یک قسمت از غشای خود از دست بده به میگیم اندوسایتوسیس. اما اگر برای خارج نمودن یک دوا یا یک ماده حجره یک مقدار از غشای خود از دست بده و به شکل ویزیکالی را آزاد بکنه به میگن اگزوسایتوسیس. خب اینا مکانیزم هایی بودن که باعث جذب دوا از طریق سیستم هضمی میشد که به طریق سیمپل دیفیوژن بود، فاسیلیتد دیفیوژن بود، اکتیو ترانسپورتیشن بود و به طریق اندوسایتوسیس بود که آرزو دارم فهمیده باشین. خوش و موفق باشین. باز یادتون نره که چنل خودتون لایک بکنین، سابسکرایب بکنین و با دوستاتون شریک بکنین.